جوابم سعی میکنم که وقت زیادی نگیرم و هرچی کوتاه‌تر درباره سوابق سیاسی آقای دکتر انور خامنه‌ای توضیح بدم. وقتی به سرگذشت مردان یا مردان و زنان و انسان‌هایی برآمد که در راه خوب گام برمی‌دارند و با نیت خوب و با امید خوب و این مشکلات فراوان برمی‌خورند در فرعون، من روزه به یاد این شعر حافظ که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، به بوی نافه ای که آخر سبا از آن طره بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. توضیحی میده بعد از معرفی شونده دست کم باش همتراز باشه و متاسفانه من از جد کمبود و کسی خیلی زیادی دارم ولی چند چیز اینو جبران میکنه. یکی آشنایی و دوستی 60 ساله، دیگری همراهی و همگامی. ما هر دو ساله که یک راهیم و یک راه پیمودیم و میپیماییم، به خصوص با نگاه کاملا یکسان و مشترک و هرگز ازش غافل نشد. بیان اون چه بر او گذشته ساده نیست و نیاز به توصیف زیاد داره، به خصوص چه میتونه سالهای جوانیش رو که در زیر چنگال دشخیمان حکومت رضاخانی شکنجه دیده بیان کنه یا توصیف کنه. دکتر خامنه‌ای در سال 1905 شمسی در تهران زاده شده. پس از طی دوره دبیرستان در کنکور دانشگاه فنی شرکت کرد، موفق شد. همین در همین زمان با مجله دنیا به مدیریت نویسندگی زنده یاد دکتر تقی ایرانی از دانشمندان ایران آشنا شد و مجذوب این شخصیت علمی دکتر ایرانی شد. دکتر ایرانی هم در وجود دکتر خامنه‌ای اون موجود جستجوگر رو شناخت و روابط نزدیک با هم پیدا کردن و خامنه‌ای رو به جلسات در ازوال اسمیز میتونیم بزیم جلسات مارکسیستی که داشتن دعوت کرد و در حقیقت در اونجا فعالیت مارکسیستی، فعالیت کمونیستی در برقرار بود. اما این سازمان لو رفت و همشون دستگیر شدن، از جمله دکتر خامنه‌ای که در 22 اردیبهشت 1316 بازداشت و زندانی شد تا 27 مهر 1320 پس از 4.5 سال زندان پس از سقوط حکومت رضاخانی آزاد شد. بعد از که از زندان آزاد شدن، تعدادی از زندانیان سیاسی به تشکیل حزب توده اقدام کردند. اما دکتر خامنه‌ای حاضر به همکاری نشد، حاضر به شکل قبول عضویت این حزب نشد، به دلیلی که به شیوه تشکیلش اعتراض داشت و به علاوه با اطلاعی که از خصوصیات چند تن از همین همکاری آرانش داشت، تشخیص داد که بهتر کنار بمونه. اما نه اونها خامنه‌ای رو رها می‌کردند، بهش نیاز داشتند و هم آقای دکتر خامنه‌ای نمیتونست فارغ از فعالیت‌های سیاسی اجتماعی خودش کنار نگه داره. به همین دلیل در این حال که عضویت حزب پذیرفته بود، مقداری فعال بود در به خصوص مسئله مبارزه با فاشیسم و نازیسم آلمانی. ضمناً به تدریج هیئت تحریریه روزنامه ارگان حزب توده در
اختیار خودش گرفت ولی نه به عنوان عضو جزئی تا در کنگره سال 1323 در کنگره حزب ایشون به عنوان ناظر شرکت کرده بود به عنوان مهمان ناظر اونجا اعضای کنگره همه اعتراض کردند و پیشنهاد کردند که قبول بکنه عضویت حزب رو ایشون در مقابل تقاضای جمع تسلیم شد و پذیرفت و به همین دلیل هم آنکت حزبی رو که پر کرد باید معرف داشتن میشه معرفش رو گذاشتن کنگره حزبی عرض کنم که اما متاسفانه شیوه عمل حزب توده و دنبال روی که کرد از شوروی سبب شد که این حزب اونطوری که باید نتونه برای منافع ملت ایران کار کنه شده که درباره جنبش ملی شدن صنعت نفت صحبت کنم با تشکر از آقای دوست عزیزم آقای شاهنده که شرح اغراق‌آمیزی درباره من گفتند این صحبت رو سعی میکنم به اختصار وقت زیادی نگیرم از آقایون و خانم‌ها و عرایزم رو به عرضتون برسونم در قرن بیستم در ایران سه انقلاب مردمی انجام گرفت یکی انقلاب مشروطیت یکی جنبش ملی شدن صنعت نفت و یکی انقلاب اسلامی ایران دو انقلاب اول و آخر آقایون و خانوها به اندازه کافی اطلاعاتی در بارش دارید به هر حال این مربوط به من نیست که درباره این دو انقلاب صحبت بکنم اون چی که من میخوام مختصر توضیح دربارش بدم جنبش ملی کردن صنعت نفت من سعی میکنم به اختصار از ریشه ها که چطور این جنبش چگونه پیدا شد شروع کنم در سال 1323 معاون وزارت خارجه شوروی کافتاردزه به ایران آمد برای گرفتن امتیاز نفت شمال از ایران این مسئله در مجلس طرح شد و چون اکثر از اون چیتر مسببه اینگر به هر حال همه در سالهای 25 و 26 همه منتظر این بودن که به بخره این قرارداد قوامساد چیکوب بره به مجلس و تکلیفش معین بشه این قرارداد وقتی که این قرارداد رفت به مجلس مجلس یک قرارداد یک چیزی مسببه ای کرد به نام به اصطلاح خلعیت خیلی روی به عنوان این که گفت این نه تنها این قرارداد اساساً از ریشه و بن بی اساس بوده این قراردادی که قوام السلطنه بسته اساساً از بنیاد منتفی است و نفی میشه این اصلا با او قرارداد به کلی مجلس نفی کرد از بین برد اما چون مجلس میخواست طوری عمل بکنه که به اصطلاح ایرادی بهش وارد نباشه نگن یه طرف عمل کرده شوروی در زمان اون آمدن
کافتراچه گفته بود که شما یه طرفه عمل میکنید و از یه طرف ما رو میزنید ما رو بیرون میکنه از اون طرف به انگلیس ها اجازه میدید منابع جنوب بتونه بهره برداری بکنن با اون شکل این ها در همون قانون آمد که دولت ایران موظف است علاوه بر این که امتیاز هیچ گونه امتیاز در شمال به هیچ کشوری داده نمیشه در قرارداد نفت جنوب هم تجدید نظر بکنه و حقوق از بین رفته ایران رو در منابع جنوب منابع نفت جنوب و این قرارداد بود که با انگلیس شرکت رفت انگلیس بسته استیفا بکنه این مسئله استیفا بنابراین رسمیت پیدا کرده بود طرح کرد موضوع نفت جنوب به بنیاد این شد بعد دیگه من حالا بقیه قسمت هاش رو اینجا مختصر میگم خیلی کش به کش در این باره زیاد شد و تفصیلاتش زیاده بالاخره به اینجا رسید که در سال 1328 مجلس 16 یک هیئتی معین کرد به نام کمیسیون نفت که این کمیسیون نفت با در نظر گرفتن اون مصوبه مجلس راجع به استیفای حقوق ایران و با در نظر گرفتن مشاوراتی که با چند نفر از مشاوران نفتی اروپایی انجام گرفته بود و با کارهایی که تحقیقاتی که انجام شده بود و تخلفات شرکت موارد بسیار زیاد در حدود 20 چند مورد تخلف از قرارداد شرکت نفت انجام داده بود اینها رو در این فاصله اشخاص مشاور و مستشارهایی که آمده بودن اینها رو تمامش مشخص کرده بودن این کمیسیون نفت باید موظف بود که با در نظر گرفتن همه اینها یک حلی برای استیفای حقوق ایران از شرکت نفت تعیین کنه این کمیسیون طوری بود مجلس اون دوره طوری تحت نفوذ انگلستان و تحت در حقیقت حق‌کشی های دولت انگلیس طوری تنظیم شده بود که اکثریت اعضای مجلس در اون مجلس 16 طرفدار تقریبا میشد گفت که منتخبان به نحوی منتخبان انگلیس بودن یعنی خیلی هاشون یا با سفارت انگلیس یا با شرکت نفت اداره شرکت نفت در تهران ارتباطات تنگاتنگ داشتن و طوری این از اون مجلس اعضای این کمیسیون رو طوری انتخاب کرد برگزید که طبق اسنادی که بعداً به دست آمد گزارش شرکت نفت گزارش داده به مرکزشون که تم اکثریت اعضای این کمیسیون طرفدار ما هستن و جای نگرانی نیست این کمیسیون نمیتونه عملی بر خلاف منافع ما برداره چون اشخاصی امثال جمال امامی باید بکنن که کسان دیگری به جمعه حالا من اصحابش یادم نیست ولی گفته بود نامه ای که از خانه سدان بیرون آمد علاوه بر این که دخالت های اون این نمایندگی شرکت نفت در کارهای سیاسی و اجتماعی ایران نشان میداد که به روزنامه نویس هایی و مزدوری مثل علی جواهر کلام یا دیگران اینا پول داده و اینا رو خریده عملا و همینطور نفوذهایی نشان میداد نفوذهایی که در
وزارتخانه ها در صدرت وزرا و بیمجانی دارن جز به اینا یکی از اصناد که به اصلا من نشان میداد که از 15 نفر اعضای کمیسیون 10 نفر حد اقل مورد اعتماد انگلیس ها هستن و قدمی بر علیه منافع انگلیس و شرکت من بر نخواهند داشت. اما چند نفر از اعضای کمیسیون 4 یا 5 نفر من دقیقا الان نمیتونم به شما بگم که یکیش هم خود شخص پدر مصدق بود، اشخاص دیگری مثل های ریزاده و مکی و دیگران بودن که اینها جزو جبهه ملی بودن و مخالف این قرارداد به شدت و اونها مدام های ریزاده هم بود یاد نمیدونم گفتم یا خیلی برای اینها مشکلی که داشتن این بود که طرح مشخصی نداشتن تا در این کمیسیون این رو مطرح بکنن که بتوانن تعریف مادارش بکنن به تصویر رو این بالاخره و دشمن هم یعنی اون از 10 نفر دیگه که بخواستن به اصطلاح منافع انگلیس و منافع شرکت نفت رو تأمین بکنن به نحوی از آنها و مسئله استیفای حقوق ایران از شرکت نفت با یک گذشت های کوچکی ماستمالی بکنن اینها اینا از این قضیه استفاده میکردن. میگفتن خیلی خوب شما بیاید یه طرحی بدید، شما میگید این عیب داره، این شرکت این عیب داره، این در اینای این پیشنهاداتی هم که ما میکنیم این عیب ها رو نقایص رو داره، خودتون بیایید یه طرحی بدید. اینجا بود که این اقلیت کمیسیون تقریبا باقی بود و اینجا دکتر فاطمی زنده یاد دکتر فاطمی روحش ها شهید شد در راه آزادی ملت ایران. او یه پیشنهادی به البته عضو کمیسیون نبود ولی یه پیشنهادی به دکتر مصدق و این اقلیت اونجا کرد و به ایشون قبولون که شما اگر این پیشنهاد من رو ببرید تو کمیسیون از نظر حقوقی، از نظر بالی، از نظر هیچ نظری ایرادی نمیتونم بهش بگیرم و موفقیت خواهید داشت در اینجا. و اون پیشنهاد این بود که چون نظائر این هم هست در تاریخ وجود داشته ما نفت ایران پیشنهاد میکنیم که ملی بشه، این شد کل ایران در سر تا سر ایران جنوب شمال و جنوب در اثر اولا جنوب این در اختیار از نظر اکتشاف استخراج و بهره برداری و معامله خارجی فروش و غیر ذلک در اختیار ملت ایران قرار بگیره. در مقابلش هم البته طبق اصول ملی کردن که هست هر دولتی حق داره در انباری که مربوط به خودش هست در منابع خودش این رو بگیره، منتها اگر قراردادی قبلا بوده اگه خلع مالکیت بشه از یه شرکتی غرامت در مقابلش بپردازه و دیگه اون طرف مقابل نمیتونه حرفی بزنه. نتیجتا این پیشنهاد خیلی مورد قبول همه این اقلیت قرار گرفت و به کمیسیون ارائه شد. منتها کمیسیون که به هیچ وجه نمیخواست زیر این بار بره شروع کرد به مخالفت و اینها و با اتکا بر نخست وزیری سپهبد رزم آرا که میدونستن پشتیبان خودشونه و قول داده که این
قضیه حل و فصل بکنه. رزمان ها نه تنها به انگلیس ها قول داده بود که مسئله نفت رو به سود شرکت نفت حل کنه، حتی به شوروی هم اسناد مدارکی هست که به شوروی هم وعده داده بود که به اونها هم نفت شمار خواهد داد. و این البته این رزماران با توافق سه کشور آمد، یعنی همه میدونن در تاریخ هم نوشته شده که سفرای انگلیس، شوروی و امریکا رفتن دربار و با شاه خواستن بهش گفت، شاه مخلوق رو خواستن بهش گفتن که باید رزماران رو نخست وزیر کنن. چه خیال میکردن که هر کدوم از نظری تصور میکردن که این تنها علاج گرفتاری بحران ایران، که واقعا بحران هم واقعا ایران گرفتار بحران اقتصادی و مالی ما شده بود، این با این مسئله حل میشه. اینا فکر میکردن که رزمارا میتونه مسئله نفت به سود انگلیس حل کنه، نفت شمال هم به نفت شوروی بده، و امریکا هم فکر میکرد که این یک وسیله رزمارا میتونه اقتصادی برای ایران، مشکل اقتصادی ایران حل بکنه و ایران یه موقعیت داشت که از نظر سقوطشی و از نظر اقتصادی از هر جهت برای امریکا اهمیت داشت. اینجا از بحران ایران بدون اینکه بار مالی به دوش دولت امریکا بگذاره حل بکنه. یعنی از این نظر هر سه تا توافق کردن که رزمارا بیاد و مأموریت او این بود که این کارا رو انجام بده. کمیسیون هم اعضای اکثریت کمیسیون هم با تکیه بر او و عناصری که در مجلس 16 هم داشتن اکثریت مطلق طرفدار، یا البته از طرفدار شوروی کسی به اونجا نبود، تقریبا بیشتر اکثریت اینا طرفدار وابسته یا طرفدار سیاست انگلستان بودن و به رأی رزمارا هم با اکثریت عجیبی رأی دادن رو نخست وزیریش. تنها اون فراکسیون کوچک جنبش ملی، جبهه ملی ببخشید، 8 تا نماینده تقریبا خیال میکنم، نه 5 تا، 5 تا 6 تا نماینده جبهه ملی در اونجا داشت که چند نفر اینها فقط مخالفت کردن با رزمارا، بقیه به اکثریت مطلق رأی دادن به نخست وزیریش و پشتیبان اونم بودن و کمیسیون هم مرتب مجلس فشار می آورد اکثریت مجلس که زودتر تصمیم بگیرید حل کنید این قضیه. در این میان رزمارا ترور شد. ترور رزمارا مثل بمب برای همه اینا، همه رو متحیر کرد، همه رو به وحشت انداخت و اینا دیگه در مقابل از طرف دیگه وقتی جنبش ملی شدن طرح شد در کمیسیون، قبل از اینکه به تصمیم کمیسیون برسه توی مردم نفوذ کرد، به طوری که روزنامه های طرفداری میکردن از این، مثل دو روزنامه مهم، یکی صبح یکی عصر، روزنامه شاهد مال دکتر بقایی که اونم یکی از همین چند نماینده جبهه ملی در مجلس بود، و روزنامه باختر امروز مال شهید دکتر فاطمی. اینها از این مرتب با مقالات آتشینی از ملی شدن صنعت نفت و آینده بسیار درخشانی که برای ملت ایران خواهد داشت مقابل میرسن و توده مردم که و آمادگی قبلی داشتن. این نهضت یک مرتبه قبل از این که در کمیسیون ترد بشه توی مردم نفوذ کرد و یک چیزی تهیه کرده بودن همین طرفداران ملی شدن صنعت نفت به شکل یک دکل معنی
دفتر نفت وزیرش شعار این که نفت در سراسر کشور باید ملی شود این رو درست کرده بودم به شکل مدال. توی وقتی که در خیابان ها می رفتید دیدید می شد موافقا و مخالف های این رو تشخیص داد. اکثریت مردم، اکثریت اشخاص این مدال رو گرفته بودن، زده بودن. تنها طرفداران حزب توده با این مخالف بودن، یعنی اون مدال رو نزده بودن. از این رو کاملا می شد تشخیص داد که کیا طرف، کیا عضو حزب توده هستن، طرفدار حزب توده هستن یا محرمانه وابسته به شرکت نفت هستن. اما عموم مردم این مدال زده بودن و طرفداری میکردن. در این حال البته گرده همه به اصطلاح میتینگ های بسیار بزرگی هم داده شد و در اون میتینگ ها ده ها هزار نفر و بعدها حتی خیلی بیشتر هم شاید بیش از صد هزار اینا کلمه می شدن دستور کرد و به همون کمیسیون اختیار دادن که طریقه اجرای ملی شدن رو معین بکنه و عمل بکنه. خلاصه اختیار دادن که این کار رو انجام بده. اون بوده اون کمیسیون گذاشتن. بقیه این ها که این کمیسیون چطور عمل کرد و چجور خلعیت انجام گرفت، چجور انگلیس ها با خفت خوری از ایران بیرون راندن و این ها رو من دیگه توضیح زیادی نمیخوام در اطرافش بنام. اینقدر میدونم باید بگم که در اون باز هم انگلیس ها پس از تصویب این امیدشون مایوس نشده. فکر میکردن در کمیسیون بتوانند یک کس دیگری که بود محلل قرار بود که بعد از چندی ما سید زیادی نخست وزیر شما سر را حل کنید. در کمیسیون وقتی پیش یکی از قدیم یکی از سرشناسترین یا حتی بگم خیلی افراطی ترین مخالفان ملی شدن صنعت نفت جمال امامی بود که در مجلس هم جز متولیان مجلس بود. اون پیشنهاد فکر کرد که اگر در کمیسیون بیاد بگه که به دکتر مصدق پیشنهاد بکنه که این کاره تو بیا نخست وزیر بشو و این زنگوله خیلی چیز مشکل رو به گردن این گربه ببند، دکتر مصدق آدمی نیست که این رو قبول بکنه. این مسئله همچی مسئولیت عظیمی بوده. اینا خیال میکردن واسه پیش خودشون رایج بود. تبلیغاتی کرده بودن دکتر مصدق فقط منفی باف عوام فریب در اسناد انگلستان راجب محرمانه انگلستان راجب دکتر مصدق وقتی توصیه میکنن که به سفارت انگلیس که دکتر مصدق چه جور آدمیه یک صورتیست که من منتشر کردم در این سالهای پرآشوب از گزارشیست که دکتر یعنی هر ساله یا هر چند سال یک بار وزارت خارجه انگلیس تنیه میکرده از نظر خودشون رو در باره سوابق و طرز رفتار شخصیت های اصلی ایران و این رو در اختیار سفارت چیز بگذاشتن، در اختیار کارمندان سفارت فقط این لیست رو میگذاشتن که اونها بدونن چه جور با اشخاص با شخصیت های مهم ایران رفتار بکنه. این لیست رو من اصلش رو تقییم در کتاب در همین جلد چهارم هست. این چاپ شده نظر انگلیس ها در اونجا راجع به دکتر مصدق میگم نوشته به دکتر مصدق خیکباد است.
کارمندان سفارت به سفیرش به اینها دکتر مصدق به عنوان یه فیکه با معرفی کرده بودن. ولی همین فیکه با پدری از اونها در آورد که دیگه توش واقعا مده بودن. اگر کودتای ننگین 28 مرداد پیش نمی آمد. به هر حال این بود جوان امام پیشنهاد بکنیم به مصدق تو شما بیاید این کار بکنیم. دکتر مصدق بلا فاصله قبول میکنه، میگه قبول میکنم به شرط این که شما این قرارداد دیگه ده ماده ای رو که طرز عمل رو من تعیین کردم چکارا تمام تأسیسات نفت در اختیار ملت ایران قرار گرفت. البته با کمک ملت ایرانی رو من بگم که دکتر مصدق تنها اگر تنها میخواست رفته بلی کنه احتمال زیاد یعنی تقریبا مسلم نمیتونه. این ملت ایران بود که میخواست و قدم به قدم مصدق و یارانش به هر حال قدم به قدم پیش رفتن. اولین کاری که کردن پمپ هایی بود که در تمام گوشه و سر تا سر ایران بود، در تهران در هر محل انگرادی پمپ بنزین بود که آیدی نفت و اینای خودمون رو که به خود مردم ایران برای چراغ خونه شون یا فرض بکنید که مثلا مانگنزی برای ماشینشون رو غیره میفروختن، اینا رو مستقیم میداد به شرکت نفت. یه اداره بزرگی هم در مرکز تهران داشتن برای اداره برای تنظیم این پمپ ها. اول قدم این بود که ریختن مردم، ریختن اون پمپ‌ها رو تصرف کردن و خلعیت عملاً از اینجا شروع شد. بعد همون جمعیتی که پمپ‌ها رو گرفته بود رفت اداره شرکت نفت رو در تهران تصرف کرد. امثال مصطفی فاتح و غیرزاده که بیرون ریختن، پرچم ایران، شیر و خورشید ایران رفت بالای این شد. بعد قدم‌های بعدی خب این خودش یه قدم خیلی مهمی بود، برای اینکه اینا هر کدوم از این پمپ ها در حقیقت یه جایی بود که هم استفاده مادی برای شرکت نفت داشت و هم از اینجا افرادی رو می‌ساختیم که وضعیت رو در هر شهری، در هر دهی، در هر جایی گزارش بدن که اینجا چه وضعیتی هست. و این اقرام نمی کنم این تقریبا اصلا مسلم این که هر کدوم از این پمپ ها در حقیقت یه مرکز تقریبا اطلاع رسانی بود برای شرکت نفت و از اینجا بعضا برای خود سیاست انگلستان. این رو که گرفتن ما گرفتیم خودش هم ملت تشویق شدن، هم انگلیس ها وحشت کردن، شرکت نفت وحشت کرد که اینا میریزن دیگه، میگیرن دیگه، ما که نمیتونیم الان چه جور بکنیم؟ آیا این مسئله پرس شد؟ آیا واقعا یا با زور جلوی این رو میگیرن یا نه؟ چه با زور گرفتن؟ در مجلس انگلستان طرفدارانی داشت، حتی نام ماویشس رو آوردن در جلوی بندر آبادان قرار دادن که تهدیدی باشه، اما با یه مشکل بزرگ مواجه شدن. امریکا در یه وضع این نبود که به اجازه بده در دنیا بعد از این جنگ دو مرتبه یه همچی تجاوزی نسبت به ملت انجام بشه. به هر حال خیلی یک کلمه عرض بکنم خدمتتون، دکتر حکومت دکتر مصدق و یارانش با پنبه سر شرکت نفت بریدن، یعنی خورده خورده اینا رو یه قدم به قدم عقب راندن و تا اینکه به کلی تمام تأسیسات نفت در اختیار ملت ایران قرار گرفت و اون چیز ملی شدن به معنای واقعیش انجام شد. این مسئله خلعیت در اون موقع معلوم شد که شرکت علاوه بر اون تخلفات که شمرده شده بود قبلا، محرمانه یه مقداری نفت
به عراق با یه لوله مخفی، یه لوله مخفی میفرسه به بصره، طرف در عراق و اونجا استفاده میکنن که اصلا در حساب شرکت نمیاد. این هم یکی از این چیزهایی بود که بعد از خلقیت معلوم شد. تا اینجا جنبش شروع شد، پیش رفت و موفق شد و سر تا سر ایران واقعا شادی و استقبال فرا گرفت. اما مسئله به این سادگی نبود. اون طرحی که اول در نظر گرفته بودن، مبنای این طرحی بود که نفت برای انگلستان، نه تنها برای نفت ایران، نه تنها برای انگلستان، بلکه برای تمام دنیای غرب حیاتیه. اینا واقعا خب آمارم واقعا اینطور نشون میداد. اینا تقریبا تمام کارخانه های بزرگ و مهم دنیا، بزرگترین پالایشگاه دنیا در اون موقع بود. این حرف اقراقامی دیدی واقعیت سند داره. این پالایشگاهی گفتن اینا فکر میکردن که خب اگه این قطع بشه بعد از این در مدت کوتاهی قرب مجبور میشه، مجبور میشه که این نفت دو مرتبه بهش احتیاج داره بگیره و چون نمیتونه به زور بگیره فشار میاره به شرکت، به انگلیس ها و به شرکت نفت که با این موافقت بکن با اون قرارداد و خسارت دیگه بگیر. حقش بوده و خسارت در خیلی از روزنامه های دنیا در فرانسه، آلمان، جای دیگه این نوشتن که خب این سابقه هم داره در منشی که هم نفت ملی کردن تو بیا نشده خسارت داده دیگه. اما اینا خیال میکردن که مدتی کوتاه، مدتی مشکلات دوره بحران کوتاهه. اما دندون چیزی که صحبت کرده بود، دندون گردی انگلیس ها از یه طرف، لجبازیشون و این که بالاخره امریکا در نهایت و دنیای غرب در نهایت انگلیس نمیگذاره بیاد طرف ایران رو میگیره و فکر میکردم که بالاخره یه راه حلی باید بینابهی باید پیدا بشه و این بود که مسئله کش پیدا کرد. یعنی بعد از چند ماه که گذشت خود رهبران جبهه ملی و حکومت دکتر مصدق متوجه این مسئله شدن که با همینطور با برسا کجدار و مریض و گذر امید به آینده نزدیک نمیتونن از پس این مسئله رو حل بکنن. باید برنامه دراز مدتی بگیرن که اون برنامه دراز مدت اقتصاد بدون نفت بود. یعنی از سال از پاییز، از آخر اواخر پاییز سال 1329 دولت رفت روی مرحله اقتصاد بدون نفت. یعنی که اساسا سعی فکر بکنیم که ما آیدی از نفت نداریم. خب چند هزار سال ایران از نفت اصلا نفتی استخراج نمی کرده، چجور زندگی می کرده؟ حالا ما این همه منابع امکانات کشاورزی عظیم داریم، این همه خود نیروی کار در کشور هست، فداکاری، حس فداکاری مردم هست، با کوشش و گذشت میشه در مقابل اینا حتی اگر سالهای دراز و طولانی هم طول بکشه این زد و خورد و کش به کش بین ایران و شرکت نفت و انگلیس کشور اداره کرد تا اینکه بالاخره اونا تصمیم بشن، چون انگلیس ها همونطور که عرض کردم
اومده بودن بلوکه کرده بودن نفت ایران. دکتر کار کرد فوری شرکت نفت وقتی مجبور شد خلال فاصل بعد از خلع ایر دو تا کار مهم کرد. البته باید بگم که با امریکا هم چیز کرده بود، صحبت کرده بود و با نظر این دو تا کار رو انجام داد. چون شرکت های نفتی، بزرگ نفتی دنیا از همون ابتدا، از همون لحظه که شعار ملی شدن در ایران پخش شد، اینا همه یک پارچه گفتن باید ما پشتیبان شرکت نفت انگلیس باشیم، باید جلوی این کاری که دولت ایران میخواد بکنه، این کاری که ایران میخواد بکنه، این قطع و طریق راهزنی جلوش باید گرفت، برای اینکه بعد از اون کشورهای دیگر هم همین رویه رو پیش خواهند گرفت و منافع همه رو در خطر میفتند. اینا همش سند داره. من همه این سندهای این موضوع رو در کتاب اقتصاد بدون نفت من ارائه کردم. برها اینا تصمیم گرفت دولت که اقتصاد بدون نفت و فکر میکردن که واقعا با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد، شاید واقعا سختی هایی هم برای ملت ایران پیش بیاد، شاید گرفتار مثلا فرض بکنید قحطی یا چیزهای دیگه بشه، اما باید مقاومت کرد. راه دیگر و به این نتیجه رسن راه دیگری نیست، باید این راه برد، یعنی باید خودمون همونجور برگردید همونجوری که قبل از این اصلا که اندر یکم نفت اصلا نیست، ما میخواییم خودمون اقتصاد خودمونه بر پایه خودمون، منابع خودمون احیا بکنیم. و این کار واقعا یک انقلاب اقتصادی واقعی، اگر ملی شدن صنعت نفت یه انقلاب تا حدی میشه گفت ضد استعماری، سیاسی ضد استعماری بود، چون دولت ایران منافع اساسی دولت انگلیس به خطر انداخته بود و تا قبل فقط متزلزل کرده بود. اما این اقتصاد بدون نفت واقعا یه انقلاب اقتصادی. چرا؟ برای اینکه ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در این مدتی که حکومت دکتر مصدق در روی این اقتصاد بدون نفت انجام داده و اجرا کرده، اقتصادی که هر سال با گرفتن میلیون ها لیره، که حتی به 30 میلیون لیره هم در یه سال رسید، با میمون در کارهای اداریش و حقوق کارمندانش 1/12 تصدیم میکرد و تجارت ایران گرفتار بحران شده بود، بازار ایران بسیار در بحرانی بود که عده زیادی ورشکسته شده بودند، کارخانه های خصوصی اصفهان و جاهای دیگه همه یا تعطیل شده بودند یا در شرف تعطیل بودند. یه همچین وضعیتی رو دکتر مصدق تحمیل گرفت با اینکه کل عایدی نفت هم که سال ایران در روش تکه داشت اونم از بین رفت. در عرض 2 سال 28 ماه حکومت مصدق، من در این کتابم با آماری که زمان شاه مخلوف تهیه شده و به هیچ وجه نمیشه گفت طرفداری از مصدق، چون همه دشمنی اون رو با مصدق میدونستن، میگفت اسمشم اگر ببرید جلوی من انرژه میشم. با این وضعیت این آمار من نشون دادم که این اقتصاد نه تنها حقوق تورمی که به شدت داشت بالا میرفت تورم رو پایین آورده، کارخانه هایی که از داشت تعطیل میشد اینا دوباره به کار افتادن، شروع کردن به فعالیت و تولیدشون روزا.
از همه مهمتر کشاورزی ما رشد بسیار جالبی نشون میده. یعنی مثلا باید بکنید تو هر ساله پیش از اون مقدار ده حدود چند میلیون تن جو و حدود چند صد هزار تن گندم وارد میکردیم هر سال پیش از اون و این رو به افزایش هم میرم. حالا بعد از دو سال کشاورزی به حدی میرسه که نه تنها گندم و جو وارد نمی کنیم بلکه چندین هزار تن جو صادر کردیم و همینطور گندم هم به مقدار کمی صادر کردیم. تأمین شده، تمام مصرف داخلی صادر شده. در مورد پنبه، محصولات زراعتی، پنبه و پیاز، چوهندن و غیر و ذالک، همه اینها تمام محصولات کشاورزی ما رشد فوق‌العاده‌ای در حد 25% نشون میده که اونا اشخاصی که اینجا کارشناسانی که هستن آقایون اینجا میدونن اگر صنعت رشد صنعت کار خیلی دشواری نیست و زود میشه به رشد مثلا 8% یا 10% یا بالاتر رسید، در کشاورزی حتی 1% یا 2% رشد کار بسیار دشواری است، چون منابع اصلیش یعنی زمین و آب و اینها از یه حد معینی بیشتر نیست، نمیشه اضافه کرد. ما مواد اصلی اولیه‌اش نیست، یه مقدار معینی. خب کارگرم هر چقدر زحمت بکشه یه مختصری میتونه اضافه بکنه، این زیاد نمیتونه اضافه بکنه، ولی این آماری که ما داریم واقعا معجزه اقتصادی نشون و اینها را اقتصاد نفت. حالا من جزئیاتش نمیگم، من وقتی که این کتاب بردم پیش آقای مهندس صحابی که موقع مدیر عامل شرکت انتشار بود برای چاپ، ایشون این کتابی که خوند البته خیلی مورد توجهش قرار گرفت، ولی میگفت من همه این چیزها رو، این افزایش‌ها رو فکر میکردم، چون خودمون قبلا میدانستیم که صادرات ایران، صادرات بازرگانی خارجی ایران که قبل از مصدق، حکومت مصدق 500 میلیون تومان کسر داشت، یعنی وارداتمون بیشتر از صادراتمون بود، برعکس شده. یعنی این مصطفی فاتح هم این اصلا اینو تو کتابش 50 سال نقد نوشته، این تبدیل شد به 500 میلیون تومان افزایش صادرات در واردات، بدون اینکه واردات کم بشه یا اینکه به زندگی مردم لطمه وارد بیاد، یعنی کمیابی یا قحطی چیزی در یه جا محسوس. این کار خب خیلی مهمی بود، اما اینا رو من میدونستم، اما اینکه در این فاصله حتی سرمایه گذاری هم رشد داشته، این واقعا برای من حیرت انگیز بود، یعنی که سرمایه گذاری به این سادگی افزایش پیدا نمی کنه. خب دلیلش روشن بود، اما صادرات که افزایش پیدا کرد و رونق پیدا کرد، این صادرات نفعش به کشاورز می رسید، کشاورز محصولش زیادتر می کرد، کشاورز درآمدش بالا می رفت، درآمد کشاورز که بالا می رفت احتیاج به پارچه و چیزای محصولات صنعتی پیدا می کرد، اون باعث میشه که کارخانه های در حال تعطیل اجناس مونده شون رو که در انبارها مونده بود بفروشن به دهاتی ها، به کشاورز ها، و دو مرتبه شروع میکنن به کار. و خب در این وسط یه اشخاص تاجرهایی هم که این کار صادراتی، رونق صادراتی بهشون، سرمایه های نصیبشون کرده بود، اینا ناچار بودن این رو در یه جایی کار بیاندازن، یا در ساختمان، یا در صنعت، یا در یه جایی، بنابراین سرمایه گذاری هم توسعه پیدا کرده بود. متاسفانه
این اگر اون وضع ادامه پیدا کرده بود من میتونم واقعا وجدانم قسم بخورم اینجا که ما الان اگر ادامه پیدا کرد یعنی حکومت مصدق میموند و اون برنامه ها و اون قوانینی که خودش تصویب کرده بود که یکی از بهترین این قوانین قانون اصلاح ارضی است اگر او باقی میموند و این قانون ها هم کماکان اجرا میشده انجام میشد ما امروز شاید دست به احتمال زیاد در سطح یکی از بزرگی که غنی‌ترین و صنعتی‌ترین و شکوفاترین کشورهای دنیا می‌بودیم. متاسفانه زور کار خودش کرد، زور از یه طرف، خیانت از یه طرف. من دیگه حالا وقت ندارم که بگم که چه اشخاصی اینجا حکومت مصدق زیر بمباران تبلیغاتی خودشون و عجیب‌ترین و فجیع‌ترین فوش‌ها و اسناد‌های بی‌شرمانه قرار دادن و این و اون مرد شریف تمام اینها رو تحمل کرد و در ابتدای حکومتش گفت هر چه راجع به من بنویسن حق نداره روزنامه بنویسن، حق نداره جلوشون بگیرن، آزادن هر چه بخوانن و اینها از اون فرصت استفاده کردن. بزرگترین خیانت تاریخی را انجام دادن که منجر شد به کودتای منجین 28 مرداد که هنوز و هنوزه من خیال میکنم چوب همین کودتای رزیلانه را میکنم. بنده دیگه عرضی ندارم.